اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه که هر کس در من بگه هر چی خواست. زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. سپیده می آید همه البرزگونه می بارند از شب جلگه های بیخبری با فریدون به شهر و رسیدن به صبح آزادی با سپیده ترانه می خواند. عجبزان نوریزاده چهارشنبه 25 مهر ماه 16 اکتبر به شما سلام. پنجره رو به خانه پدری من همیشه رو به دماوند. من همیشه که حداقل این سالهای نوجوانی من هر روز میمدم جلوی پنجره و نگاه میکردم و این کار حضرت فردوسی در خلق حماسه فریدون و قصه ضحاک ماردوش مغزها بعد اون هوشمندی ایرانی که یه مغز گوسفند و مغز بینی اینا رو که دارم میگن حضرت فردوسی تمام وضع ایران رو موقع که عرب اومدن توصیف کرده. اینم که میگه مغز گوسفند و با مغز انسان قاطی میکردن به معنای اینه که خب دانشمندان بزرگ ایرانی میمدن، ابن مقفع میمد، اردابیرنامه رو یا کتابهای خسروانی رو ترجمه میکرد به زبان عربی، یعنی قاطی میکرد مغز انسان و گوسفند رو و برای این که اینا بمانند. چقدر فردوسی بزرگ بوده تو اون فضا، چه کاری کرد. حالا مهمانم شاعر و نویسنده و مبارز عزیز اسماعیل وفا یغماییست، بهش درود میفرستم، راجع به مسئله با هم صحبت خواهیم کرد. درود بر شما. درود بر شما دوست بسیار نازنینم. واقعا نکته جالبی رو شما گفتید که من مدت هاست با احترام به شاعران و نویسندگانمون میگم یک نقد صریح و حتی بیرحمانه توی اشتباهاتشون باید کرد. ببینید ما بزرگترین شاعر نامدارمون احمد شاملوست. بگذرم از این که من شاعرانگی رو تو سهراب سپهری بیشتر میبینم تا شاملو این و بسیار شاعرانگی توش قویه، چون شاعرانگی داستان دیگه یه مثل به قول لورکا میگه دویندی، یعنی اون روح شاعرانه. یه مثال هم میزنه میگه در اسپانیا رقص بود، دختران جوانی با کمرگاهی مثل گل سرخ اومدن رقصیدند و ناگاه یک زن 70-80 ساله از جمعیت اومد بیرون، چنان رقصید که جایزه رقص رو اون برد، برای اینکه اون دویندی یا احساس توش بیشتر. شعر اینطوریه، ببینید شاعران با نقدشون کرد. شاملو به نظر من دانش تاریخیش خیلی پایین بود به دلیل اینکه اساسا نیروهای سیاسی که تحت تاثیر حزب بزرگ توده بودند و سازمانهای چریکهای فدایی و مجاهدین با تاریخ ایران قهرند. شما اگه بپرسید تاریخ ایران از مشروطیت براشون شروع میشه و برای چپ با استالین و لنین، بنابراین سلطنت توی فکر کنم آیه سلیمان اگر اشتباه نکنم در قرآن که میگه معنی آیهش میخونه، میگه هرگاه ملوک اذا دخلت ملوک فی قریتن ففسد و، میگه اگر ملوک بیان به قریه پادشاهان فساد میکنن. این نگاه تاریخی یک آدمی است که مسلمان سیاسی است و اصلا تاریخش رو نمیشناسه که اینکه تمام بزرگان نوشتن که در زمانی که داریوش پادشاه بود
و جمعیت شناخته شده جهان 240 میلیون نفر بود، نیمی از جمعیت شناخته شده جهان در امپراتوری هخامنشی زندگی میکرد. یعنی این ملت راه داشت، سیستم مالیاتی داشت، ارتش نیرومند داشت، باربد داشت، نکیسا داشت، شاعر داشت، نویسنده داشت. اینا قهرن با این. اصلا فکر نمی کنن که تاریخ از دیکتاتوری به طرف دموکراسی اومده و ملتی که کمر تاریخش نشکسته توانسته است بیاد جلو. اصلا تاریخ نمی شناسن. شاملو تاریخ نمی شناخت، وگرنه این چرندیاتی که با عرض معذرت این کلمه رو به کار میبرم زیرا باید برد، بزرگترین حماسه ملی ایران رو که هویت و ملیت ایرانی رو حفظ کرده برمی‌داره میگه که پاوه یک لومپن بود و ضحاک طرفدار زحمتکشان بود، طبقه جهانی کارگر و اینطوری. تو همه اینطوری. حتی اینایی که شما نگاه کنید، مثلا آقای کسرایی که آرش کمانگیر سروده، خیلی زیبا سروده، ولی من فکر کنم در تناقض سروده. حالا بریم سراغ همه همین بساط، ما خواهیم دید که چه باید نقد کرد. واقعا باید تیز و روشن نقد کرد و گذاشت تو پیشگاه نسل جوان که بدانه. ما وفای عزیزم، یه رفیقی داشتیم، حالا ذکر خیرشو نمیخوام بکنم، متاسفانه جان باخت. باور کن، باور کن، سعدی رو جلوش میذاشتی میگفت من از خدا رو از او جل، بعد گفت که هر نفسی که فرو میره محمد در حیات. یه همچه آدمی یه دفعه شد چهره مارکسیستی قهرمان، حسین رو پیوند داد به حسن، حسن رو به لنین، به خاطر ناآگاه. یک کتاب امسیزه رو نمیدم، یک کتاب چه باید کرد و غیره رو میخوندن، همشون میشدن خدایان مارکسیزم و لنینیت، ولی تاریخ وطن رو نمیدونستن. باور کن، من این کاره که دکتر خالقی مطلق میکنه، اینا که راجع فردوسی میکنه قدر مینهم، کاره که برام مشیری میکنه، اینا کاره یعنی آدم یه عمرشو، خالقی عمرشو گذاشته رو فردوسی، کار دیگه نمیگه، عمر رو گذاشته رو فردوسی. خب این حضرت فردوسی، شما هر لحظهشو باور کن، با زیباترین نمایش های تراژدی و حماسی اینا با هم برابره. چه چیزی از هومر کم داره، چه چیزی از شکسپیر کم داره؟ آدم وقتی من دل مشغول شدم به فردوسی بسیار زیاد، حافظ میخونم، سعدی میخونم، ولی فردوسی یک جایگاه عجیبی داره. آدمو بیدار میکنه و میبینه اون دو قرن سکوتی که دکتر زردین کوب میگه چه بلایی بر سر ایران. اونا کم بودن، ترکان آسیای میانه هم اومدن و محمود غزنوی و غیره، حافظان بیضه اسلام و پدر اندیشمندان ما رو در آوردن. واقعا واقعا. و چه توصیه‌ای میکنی به عنوان یه شاعری، آدم مبارز ملی، به جوانای ما که چجوری برن فردوسی رو چجوری بخونن، برای چی کار؟ خیلی مؤثره در روحیه‌شون. دقیقا. ببینید شما نکته خیلی جالبی رو گفتید دوست گرامی. این ایلیاد و اودیسه رو من هدیه استاد ارجمند ما بود شجاع‌الدین شفا که من درخواست کردم، اومد گفت بیا کتاب بگیری. یکی از مجموعه‌ای که من گرفتم ایلیاد و اودیسه بود. 10 بار من این مجموعه رو خوندم. سال 68-69 آخرین سالهایی که من در درون مجاهدین بودم، یک برنامه هایی بود که تو تلویزیون پخش می شد. من مقایسه کردم ایلیاد و اودیسه رو با شاهنامه. ببینید ایلیاد و اودیسه پهلوی شاهنامه، با اینکه یکی از بزرگترین آثار جهان ایلیاد و اودیسه است، مثل یک روستاست در برابر یک سرزمین. داستان ایلیاد و اودیسه یک داستان کوچیکه. یک شهریاری میره جای دیگه، همسرش رو میگیره، جنگ شروع میشه بر سر یک زن و داستانهای بسیار زیبا. ولی فردوسی چرخش شاهنامه جهانی است، یعنی از کل جهان شروع میکنه، از هستی و بعد میاد پایین، میاد پایین تا میرسه رو سرزمین ایران، اونم تاریخ باستانی. یعنی اگر مقایسه بخوایم بکنیم، یک امپراتوری است شاهنامه فردوسی در کنار یک روستای بسیار زیبا که ایلیاد و اودیسه است. اگر که دوستان خونده باشن اینو خیلی خوب میدونن و واقعا
سند ملیت و هویته که همه اقوام ایرانی رو به هم چسبونده این شاهنامه فردوسی. ما می‌بینیم که تو سرود کردها هست، ما فرزندان کاوه آهنگریم، ای رقیب ای، سرود ای رقیبشون. تا سرودهای لوری، بعد دوام سرشه که مزار کاوه هم یه جایی تو اصفهان میگن به اسم مشهد کاوه، نزدیکای فریدن، که صحبت بود که عده میگن لور بوده، عده میگن کرد بوده. من گفتم که سپاس اهورامزدا رو که فارس نبود، چون هر چی باشه بهتر بنام. دعوایی نیست. چون کردها اگر داشته باشن. آره فرق. من اسماعیل جان یه چیزی میخواستم بپرسم. دوباره این موج ضد پهلوی دوباره راه افتاده، حالا مطربمون، رقاصمون، خوانندمون، نمیدونم کنشگر سیاسیمون، یه کسی که تا دیروز افتخار میکرد که شاهزاده رضا پهلوی یه بار مثلا از جلوی مغازش گذشته، این موج جدید که درست شده چه احساسی میکنی؟ چه ارتباطی با این اوضاع احوالات سیاسی وضع موجود داره در منطقه؟ دقیقا ببینید که سوال خوبی رو مطرح کردی. واقعا اینو باید به نظر من تمام دوستان بیان روی این صحبت بکنن، برای اینکه شگفت‌آوره که یک شهریاری که 46 سال رفته، یک بازمانده از شهست به اسم شاهزاده رضا پهلوی، هیچ کار خطایی نکرده، کسی رو نکشته، به کسی حتی دشنام نداده. من واقعا صحبتش رو گوش میکنم، پریروز رهبر مجاهدین میگه که بچه شاه دوباره صحبت کرده و خلاصه خیلی توهین‌آمیز. من میخواستم واقعا یادداشت بنویسم برسم ببینید بچه شاه بودن، اولا این شاهزاده است، فرزند شاه، شما میخوای تغییر بکنی. کلمه شاه در ادبیات فارسی همواره با عظمته، میگن شاه بیت، زیباترین بیت رو میگن شاه بیت. عمر رو میگن شاهکار، نمیگن شیخکار. راهی که بزرگی میگن شاه راه، دختر زیبایی دارن میذارن شاه سنم که ترانم روش است. بنابراین چه توهین میکنید؟ اگر ما بگیم مثلا بچه شیخ یا بچه معذردار که ایشون هستن، درسته که اینطوری صحبت میکنن. علتش میدونید، علل زیاده. بزرگترین علل به نظر من گسترش محبوبیت دوران پهلوی است، رضا شاه کبیر و محمد رضا شاه فقید، و بر این اساس یک پیشینه شاهزاده رضا پهلوی داره که محبوبیتش روز به روز بیشتر میشه. من خودم مثال میزنم. من یکی از مردم ایرانم که علیه محمد رضا شاه جنگیدم 3 سال. یعنی اومدم زندان، ساواک رو دیدم، کتک هم خوردم که به نظر من حق من بود. رک و پوسکنده بگم، من یکی از دوستان صحبت میکرد، گفتم دوست گرامی سابقی که شما بالاتر از من بودی زودتر رفتی، اولین کسی که مسلحانه به میدان اومد محمد رضا شاه نبود با کلت و مسلسل که آدم بکشه. ما اومدیم به میدون، ما کشتیم فاتح رو، ما مسلحانه جنرال آمریکایی رو کمده بود کمک بکنه که الان 50,000 تاشون توی آلمان هم نمیدونم چقدر دارن کمک میکنن با آلمانیا، کشتیم. نمیدونم فراش مدرسه رو کشتیم، بعدم خودمون رو کشتیم. خب اون اومده مسلحانه نیروهاش به میدون، چرا خجالت نمیکشیم؟ انگار که ما داشتیم بستنی میخوردیم، این نیروهای ساواکشو فرستاد پلیسشو ما رو کشتیم. ببینید منی که زندانی سیاسی زمان شاه بودم، رسیدم به علاقه به محمد رضا شاه، به احترام قلبی بدون هیچ چشم داشتی. اتفاقا نه شما چه چشم داشتیم؟ نه به هیچ وقت. من شاهدم شهبانوی گرامی به محض اینکه من راجع به شما باهاش صحبت کردم، شهبانو با شما صحبت کرد، مگه بده بستونه؟ اونا دیدن چقدر تو خلوص داری و صادقی. معذرت میخوام حرفتو قطع کردم. خواهش میکنم. ببینید من که رسیدم به این نقطه، مردم ایران که توی فضای واقعی ایران زندگی میکنن، و دوره محمد رضا شاه دوران پرشکوه طلایی بود به نظر من که ما قدرشو ندونستیم. اومدیم مثلا من به معنی یک ایرانی اومدم از خانواده متوسط فرهنگی، همه چیز در اختیارم بود، بیمه بهتر از فرانسه، امکانات تحصیلی بهتر،
گرسنگی وجود نداشت. آره یه خط فقری وجود داشت نازو که تو فرانسه هم هست، تو انگلستان هم هست، تو خیابون آدم میره طرف داره گدایی میکنه. خب مردم رسیدن، محبوبیت داره میره بالا، یعنی اینا میترسن. دو تا کار شده، یکی صادرات نیرو به خارج کشور. ببینید ضد شاه بودن و مرگ بر شاه گفتن در ایران مشتری نداره، زیرا همدوش خامنه ای و خمینی وای میسیم ما. بنابراین باید اومد خارج که نیروهای چپ و ماویست و کمونیست و نمیدونم مجاهد و اینا هستن، اینا ضد شاه. اینجا منبر گرمه و رژیم هم به شدت میترسه و تلاش میکنه. شما حساب بکنید اگر اتفاقی تو ایران بیفته چه کسی میتونه خلاصه تو این شطرنج سیاسی برد بیشتری داشته باشه به نفع مردم؟ به نظر من کاملا شاهزاده رضا پهلوی، نه مجاهدین، نه فدایی ها، نه حزب توده، هیچ کدوم محبوبیت شاهزاده رو ندارن. و اینجاست که فعال شدن آدمایی که تا دیروز پشت منقل بودن، اینا اومدن تو میدون. آقا شاه و شیخ نمیدونم مساویان، کدوم ابلهی است که شاه و شیخ رو مساوی بدونه؟ کدام ابلهی است که تهران زمان شاه رو، ما تو زمان شاه دختر ایرانی وقتی که به خاطر روسری چشمشو کور میکردن بهش تجاوز میکردن، دختر فوق لیسانس ایرانی میرفت صیغه رو میشد، شرمتان باد واقعا تو مملکت. دیروز یه فیلمی من میدیدم از شاه فقید که رفته بود مراغه تو عروسی یه نفر شرکت کرده بود، یک پسر عراقی مراغه پول نداشت رد کرده بودن، نامه نوشته بود به شاه، خودش اومده بود تو مجلس عروسی مهریه رو پرداخت کرده بود، نشسته بود میخندید. بعد در کنار این من یک فیلم از مهندس مهدی بازرگان دیدم، یه فیلم کوتاهی با خبرنگار صحبت میکنه به فرانسوی، میگه ببینید این انقلاب یا باید ملت ایران نابود شن یا باید شاه بره. خب این آدم تعجب میکنه به چه دلیلی یه نفر میتونه اجازه بده که ملت ایران نابود شه. و اتفاقا با رفتن شاه اینها ملت ایران رو به گردنه نابودی کشاندن، همسال بازرگان و همسالشون. بنابراین من خلاصه بخوام بکنم فرمول ترس از شاهزاده رضا پهلوی، گسترش محبوبیت خاندان پهلوی و فروکشیدن محبوبیت گروه های سیاسی وارفته ای که 46 سال هیچ تعهدی، هیچ اتحادی ایجاد نکردن و الان دارن تو سر هم میزنن. تمام ماجرا به نظر من همین. وفای عزیزم، من در هر فرمول سیاسی، هر سازمان سیاسی، هر گروه میشینه فکر میکنه، یه برنامه برای خودش میذاره، اهداف مشخصی رو معین میکنه، میگه آقا من از این مرحله میرم به این مرحله، از این مرحله میرم به این مرحله تا به هدفم برسم. این در غرب معمول، فرانسه هستی خودت میبینی، حزب سوسیالیست وقتی میبینه که شعارهاش دیگه طرفداری نداره، برنامه ریزی رو عوض میکنه، شعارها رو عوض میکنه، به گونه دیگری با مردم برخورد. این سازمان مجاهدین خلق، آخه میشه یه سازمانی 60-70 سال همین مزخرفات رو بگه و تکرار کنه؟ بعدم بیاد بگه شاه و شیخ، اون اینقدر مرد بود که آقای رجوی رو نکش، خمینی چه کرد با شما، چند نفر رو کش. و این برای من، و بعد یه سازمانی در طول اقلا 20 سال اخیر، 25 سال اخیر به چشم ببینه مردم بهش پشت کردن، حالا دو تا بدبخت رو پیدا کنه، یه نفر بره سر پل عکس ولی فقیه سابقا در جوار وطن رو مثلا یه لحظه آویزون. اینا خودشون که میدونن در داخل اعتباری ندارن، تشکیلاتی که در بغل صدام حسین خوابیده هر دقیقا برای آمریکایی‌ها رو جاسوسی میکنه، برای کشورهای عربی، بعضی کشورهای عربی، این سازمان حق نداره بیاد این حرفا رو بزنه. اون وقت اونم که میگی پای منقل و یه سری آدمای دیگه، اینا وقتی به پیری میرسن و دیگه مشتری اونجوری ندارن، باید یه جوری صدا کنن مشتری جلب کنن دیگه. مثل اون جاهل پیرست که از قدرت جاهلی فقط عربده براش مونه. اینا و واقعا باید موافقم، یعنی در داخل ایران هر روز که میبینی آقا کس دیگه نیست، ما هر کاری ما بخواد بکنیم، پدر بنده محمد رضا شاه نبوده، جدم هم رضا شاه نبوده، خودم هم رضا پهلوی نیستم، پس خفشید، خفشید، بذارید اقلا این کارشو بکنیم.
هر تلاشی میکنه لگد میزنن، پشت پا میندازن. باور کن این حرفای اخیرشو اگر یکی دیگه زده بود رو سر میذاشتن حلوا حلوا میکردن، اگه یکی از این چپولا گفته بود. ولی متاسفانه میگم افسرده میشه آدم وفای عزیز. بله کاملا، ولی حقیقت همینه که شما گفتید، منم در حد تمامم اشاره کردم. واقعا تنها شانس، یعنی یک بار دیگه اینا اگر بتونن فاجعه 57 رو با کنار زدن شاهزاده رضا پهلوی میخوان تکرار بکنن به نفع آخوند. ببینید ناخواسته وقتی ما میگیم مرگ بر شاه، شانه به شانه خامنه ای ایستادیم، برای اینکه بزرگترین دشمن محمد رضا شاه، رضا شاه و شاهزاده خامنه ای و خمینی و جلادان و وزارت اطلاعات و پاسداران میلیاردری هستند که خون ملت رو دارن میخورن. هر روز من، شما هم حتما دیدید آماری که از بیماری روانی در ایران میگن یک سوم مردم ایران دچار روان پریشی هستند، یعنی حدود 30 میلیون نفر، 28 میلیون نفر. بعد دوباره پریروز تعدادی کارگر مردن، خودکشی در ادامه پیدا میکنه، سرکوب ادامه داره. ماه گذشته من فکر میکردم 3 ماه 80 تا، میگن 77-8 نفر اعدام شدن تو شهرهای مختلف این مملکت ما. بعد اینجا میخورند و میخوابند به نظر من، درد ندارن، ولی تا دلتون بخواد رای گردن کلوب آقا بنده چپم فلانم، شما سلطنت طلب شدیم. آری با افتخار، من با افتخار از شاهزاده رضا پهلوی، محمد رضا شاه فقید و رضا شاه دفاع میکنم و اگر آبرویی از به خدمت مردمم تقدیم میکنم، نه خدمت یه مش وارفته مفتخوری که درد ملت رو ندارند و دارن زندگیشونو میکنن. اشکالی هم ندارم زندگی بکنه، یک میکنه، نمیخوام مبارزه بکنم، آقا حقت نکن، زوری که نیست که، ولی چرا مزاحم بقیه میشی؟ چرا مثلا من خودم مثال بزنم؟ ببینید من ادعایی ندارم، ولی 38 سال من دارم رو تاریخ ایران کار میکنم، شب و روز، هیچ کار دیگه هم نکردم جز یک تلاش کوچیکی برای نان و آب خودم که یک زندگی کوچیکی داشته باشم. و حق نداری تو من دستور بدی مرد حسابی، تو تاریخ تو نمیشناسی، تو مسموم اسلامی و استالینیسم هستی، چیزی سرت نمیشه. بعد ادعا داری و ملت هم داره به باد میره. ایران بعد از 25 قرن 3000 سال با آخوندا واقعا داره تکه تکه میشه. اینا نمیفهمن، اینا نمیفهمن که اگر که دختر فلان ایرانی رو که میبرن میکشن تجاوز میکنن جای خواهر خودش بذاره یا دختر خودش، موقع تکون میخوره. ولی اینجا تو امنیت، آقا تو خارج زندگی میکنید، بعدم اکثرتون هم رفتید تو کشورهای پادشاهی، اتفاقا دانمارک و نروژ و سوئد یا کشورهای امپریالیستی. دو سوم چپای ما الان تو نروژ سوئد دانمارکن، یکیشون نمیره کوبا، نمیره نمیدونم کره شمالی، نمیره چی. رهبر حزب کمونیست کارگری از آمریکا نشسته و آمریکا جهانخوار فوش میده، بالاترین شغل رو داره، حقوق 18000 دلاری میگیره، آمریکا هم باید و اینا حاضر نیستن یه روز برن کره شمالی، یه روز برن روسیه یا چین زندگی یا کوبا. کوبا بغل احتیاج هم داره به افرادی مثل ایشون، نمیرن دیگه. ولی آمریکا نشسته مرگ بر امپریالیسم. با من باش وفای عزیزم، یه کار زیبایی مجید درخشانی داره که کار بنان هست و بعد اینو بازسازی کرده و بازنویسی، چقدر زیباست. بریم با هم گوش بدیم. یاد بنان در دل من زنده شود، هر چی بودن بزرگ بودن. واقعا درود میفرستم بار دیگر به مجید درخشانی عزیز. خب من بایی عزیزم، نکته دیگری که خواستم باید مطرح بکنم این بازی غریب و عجیب قاآنی بود. من اصحار نظرم میخوام بشنوم، برام جالب. چیزی که من شنیدم آخرین موضوعی که اشاره کردن که انتقال او از بیرود تهران برایش خیلی سخت بود، نمیده که حزب الله شدیداً پافشاری میکرده که اون باید بازجویی بشه. و بعد که جنازه نیلفروشان اسرائیل اجازه داد که منتقل بشه، میگن در تابوت نیلفروشان او رو بردن و از نیلفروشان که چیزی جزی مش استخون نبوده اون رو در جعبه ای که حالا روایت رو بردن. ولی اون تصویری که ما دیدیم
تصویر آقای قاهانی همیشگی نه. اعتقاد من یا زیر فشار، حالا فشار روحی، نمیدونم شکنجه، حالا هر جور، اینا دریغ ندارن. زن سعید امامی ندیمه خانم خامنه‌ای بود، 3 ماه با آقا مشتبه برای بچه دار شدن تو لندن بودن رزیدنت، و این خانم قضا درست میکرد صبح تا شب با خانم خامنه‌ای بود. خود سعید میگه خانم خامنه‌ای لباسه منم میشست، حتی اینو گفت. باری منظورم اینه که چه فکر این قاهانی، اون قاهانی نبود، قاهانی هاردو بود کنه، چه بر سرش اومده تو لبنان، اووردنش الان میخوان باهاش چیکار بود. اینا همه سوالایی است که مردم رو دل مشغول کرده. نظر شما چیه؟ برداشت حالا یا اطلاعاتی اگه داره باشون برم. ببین منم اینو دنبال کردم، خب چیزای زیادی، اول گفتن که فرار کرده رفته اسرائیل و نفر اسرائیل بوده، حتی یه تصویر هم فکر کنم فتوشاپ بود با از این لباسی که این گیپایی که کلیمی ها میذارن رو سرش بود. بعد گفتن زخمی شده، عده‌ای گفتن کشته شده و همچنان در عالم رازمون، تا اینکه سرانجام بیشترین چیزی که به حقیقت نزدیک بود اینه که این مشکوکه و مشغول بازجویی هستن ازش و زیر بازجویی سکته کرده و حالش خوب نیست. همه اینا رو کنار هم بذاریم، یک چیز درشتر نشون میده خودشون، اینم این که این به هر حال مورد شک واقع شده و این رژیمی که در حال فروپاشی است واقعا. شما نگاه بکنید، یه تصویری بود که خنده‌دار بود، نوشته بود که کاریکاتوری کشته بود که اسرائیل چیز اسرائیل در حال خوردن آبجوش بود و میگفت آقا ما خوشبختانه الان استراحت میکنیم چون وظیفه منو اسرائیل به عهده گرفته برای کشتن این سران سپاه و اینا. یعنی اینها تا الان در نفر اول نیست که میگن آقا رابطه داشته، بعدم زدنهای اسرائیل هست که دقیق هر جا میخواد میزنه و این آقای سازگارای مسابقه کرده بود، گفته بود اگر جنگ شروع بشه نخستین کسانی کشته میشن خامنه ای و مشتبه پسرشن، ویرا میدونن که اینا چیکار بکنن. مجموعه اینا من فکر میکنم که این طرف مشکوکه و به همین دلیل زیر بازجویی و شکنجه است، چون این رژیم رحم نمیکنه. حتی اگه مشکوک هم بشه و طرف بیگانه باشه، ببینید تنها دولتی که خانواده کش فامیل کشی نکرد دولت پهلوی بود. قبل از اون راحت میکشت. زمان قاجاری سالار رو کشتن، شاه اسماعیل صفوی کلی کسانش رو کشت، شاه اسماعیل دوم خواهرش رو کشت و فراوون. یعنی سر قدرت شوخی بردار نیست و اینا هم این مدت خیلی خوردن و قاهانی هم یکی از مهرهای کلیدیشون بوده. حالا در آینده روشن خواهد شد که به نظر من این احتمالاً ارتباطی باید داشته باشه که زیر ضربه، وگرنه اینطوری نمی بردنش. حالا حقیقت چیست؟ وفای عزیزم، چون جلسه بوده که آقای قاهانی خبر داشته، فرماندارم فرستاده آقای نیلفروشان، همه جزئیاتش هم میدونست. و مسئله هاشم صفی‌الدین دوباره یه مسئله بسیار مهم میشه. حالا رژیم هم شایعاتی میده که نه هاشم صفی‌الدین نمرده، این تله بوده رژیم گذاشت. ولی رژیم های آدم کش و رژیم های غیر صادق برای هر موضوع ساده داستان ها میبارم. شایعات سر رئیسی استاندار، بله ما اون یکی، بله من با حجت الاسلام حرف زدم، الان قرار اتوبوس بره بیارتشون. آقا اینا دو روز چقدر دروغ گفتن به من، یعنی ریج ریجی میخوردن که چجوری بیان قضیه رو بگن. الان هم همین جریانه. شما قاهانی رو خوب دقت کن روی تصویره، این قاهانی و قاهانی نیست نه. این آدم یه آدم بغض زده منگه، حالا مواد مخدر بهش دادن، منگش کردن، چیکارش کردن. شما در چهره اون آدمی رو نمیدی که حداقل پوز میداد، جس میگرفت، میکشید، میبندید، میزنید. نه، خیلی در و داغونم بود. اینا همه سوال برانگیزه برای که رژیم هایی که
اشاره کردی به داستان شاه تماسه با پسرش اسماعیل و اسماعیل دوم و اون داستانهای پریخان خانم و غیره. در درون این حاکمیت هم یه همچین ماجرای جریان داره. ایوان. شما میبینی یعنی طرف امروز تخم چشم سیدعلی آقا، فردا اصلا خبری ازش نیست و اینا خود به خود نشون میده که این رژیم وامونده یا آلوده نکبت خب همش دروغ، یک صداقتی در خودش نشون نده. گفتی یک شعری نوشته بودی وقتی از این دیو و دلام ددها ملول شده بودی، اون شعر بخون برام. ببینی امروز من صبح به ذهنم زد موقعی که همین چیزا رو دیدم که هم شاه و شیخ مساویان، به خصوص از زبان اهل منقل، من یه مقداری واقعا ناراحت شدم. آخه شما یه عمر خوردید و خوابیدید، با عزت زندگی کردید، تریبون در اختیارتون بوده، چی کارتون کرده که اینجوری؟ به دلیل اینکه دوچار پوچی هستید و دنبال زندگیتون، همون چیزی که شما گفتید، پیری و سالخوردگی رسیده. و من این شعر رو نوشتم و تقدیمش میکنم به روان پاکیزه محمد رضا شاه فقید و تأکید میکنم، من دفاع میکنم با دل و جان، بدانند کسانی که مخالف منند، به خاطر دردی که از ملت و مردم خودم احساس میکنم. نوشتم آنان که عمق فاجعه باور نمیکنند، چشمی به حال میهن خود تر نمیکنند. همینجان بگم من این شعرها رو فکر میکنم باید برگردیم به زمان بهار و ادیب الممالک که مردم بدانند. آنان که عمق فاجعه باور نمی کنند، چشمی به حال میهن خود تر نمی کنند. آنان که خفتند به قربت به امنیت، در خواب فکر ملت و کشور نمی کنند. فارغ ز خط فقر و فلاکت به خوابها، جز فکر خانه باغ و یا زر نمی کنند. گر تن فروش گشته 2 میلیون به میهنش، خود را به هیچ وجه مکدر نمی کنند. شکر خدا که دختر و بانویشان در امن، نی در حریم اهل عبا سر نمی کنه. در میهن هر که یک تن از هر 3 تن، دریغ باشد روان پریش فرا سر نمی کنه. گر هر سحر به بانگ از آن دارها به پاس، خود را در این قضیه شناور نمی کنند. چون دائما به فکر ندارند و دارخیش بر دارها توجه و باور نمی کنند. در عمق راست رفت فرو در عمل به حرف، در چپ مگر همایش و سنگر نمی کنند. وزن سبیلشان 2-3 کیلو و هر سحر با عطر چپ مگر که معطر نمی کنند. اما اگر به معرکه افتد گزارشان، بنگر که شورت خیش مزعفر نمی کنند. شیخ از روی منبر در سایه سار دار، جز لعن شاه لیک مکرر نمی کنند. 6 سال رفته است و 40 لیک شاه را، اینان مگر به شیخ برابر نمی کنند. وینان که شاه و شیخ برابر کنند، آه خود را مگر مقایسه با خر نمی کنند. با عرض معذرت از خرها، یورش به شاه بی خطر، اما از ترس شیخ خود را به کام فاجعه مستر نمی کنند. اینان اگرچه اهل سیاست و یا هنر، چون درک فرق پشکل و گوهر نمی کنند. بیشک بدان وفا که به ظاهر چو بلبلان، اما به ذات خیش جز عرعر نمی کنند. از من مپرس رو تو به ایران، که مردمان از شیخ و شاه قصه چنین سر نمی کنند. بر شیخ لعنت است و به شه جز درودها، پیر و جوان حکایت دیگر نمی کنند. نامت خجسته باد که نام تو را شها، جز هم تراز سر و سنوبر نمی کنند. جز هم تراز سول سهر نان و مهر و نو، جز هم تراز صبح منور نمی کنند. این قصیده بود که امروز من و جالب این زبان خراسانی زیبا و روان در قصیده تو فوق‌العاده است. بگم یکی از چیزهایی که در شعر تو من خیلی دوست دارم وزنه. ببین وزن باعث میشه شعر ماندگار بشه، شعر در یادها بمونه. شعرهای بی‌وزن
به ندرت آدم یه چهار تومال شاملو یادش میمونه، ولی بقیه شاعرانی که بی‌وعد سرودن بختی برای ماندگاری نداشت. حالا احمدرضا احمدی دو تا سه تا چهار تا شعراش بود، ولی به طور کلی این قصیده به این زیبایی با واژگان معاصر با هیچ دلیل نداره که آدم بگه بله شعر نو یا شعر غزل یا قصیده زمانش گذشته. خب شما داری غزل‌های منزوی رو داری، چه کرد منزوی سیمین بانو، تمام دردهای معاصر رو تو این غزل ها رو بگم. یعنی خیلی قشنگ بود، خیلی خوش آمد، عالی بود. دست درد نکنه، دست و بحول سونیا دست و والد درد نکنه، دست و پنجونه درد نکنه. بعض نوع من از این بزرگان یاد گرفتم. من جمله فقط یه جمله بگم، یه استاد حبیب یغمایی مدیر مجله یغما، خب عامل نزدیک ما بود، هر سال یه سری میومد با ایرج افشار یز میومدن خونه ما. من دوسته تا شعر فرستادم برای مجله یغما، چاپ نکرد. هنوز تازه 13-14 سنم بود. اومد گفتم که آقای حبیب شما فقط میگید که شعرهای بقیه رو چاپ میکنید، مال ما رو چاپ نمیکنید، مال فلانی هم چاپ کردی. خب شعر اون خیلی قوی بود. خب جوون تو هنوز با صبر کنی، اونایی که شعرشون رو چاپ میکنم همراه با شفش جعبه گز و قطاب و بالوا اینا میفرستن، تو چیزی نمیفرستی چون میخواد حد کنه، در حالی که شعر اون موقع ضعیف. ولی من از اونا واقعا آموختم، از استاد طبیب، از استاد طغرا، از دانش اینا، خیلی واقعا یادشون گرامی بود. که این یه شاعری بود که حالا اسمش هم نیست، به نام عباس فرات. این انجمن ادبیات در تهران بود. دو سه دفعه استاد محید طباطبایی به اصرار به من گفت رفتم اتفاقا یه بارم از من خواست شعر فلسطین بخونم که خوندم. این عباس فرات باورت نمیشه، بعد از ظهر لب جوی آب میشه 400 بیت قصیده میگفت. اصلا باورت نمیشه. یعنی آدم میگفت خدایا چه جوری میدونه. یکی دیگه بود مظلوم سماورساز، سماورساز بود، قیافه داشمشتی هم داشت اینا. این مرید آقای مقدادی بود، آقا غزلایی میگفت، کتابش هم در اومد. اصلا آدم باورش میگه این غزلا از مظلوم سماورساز، صدای خیلی خوبی هم داشت و میخوند. یعنی شعر در زندگی ایرانی خود تجربه داری میبینی، واقعا شعر جایگاهی که در ایران داره در هیچ جای دنیا نداره. حالا بین عرب ها هم همینطور شعر هست، ولی واقعا در خون و جهان ما شعر حضور داره و چقدر تأثیر خوبی. من خیلی خوش آمده از شعر فرهنگ ما رو ساخته. شما توجه کنید که رهی معیری رو ما داریم که من شعراش الان میخونم، دو بیت که میخونم متوقف میشه. یا مثلا شاطر عباس صبوحی، عماد خراسانی، رجمان بختیاری، کسانی که واقعا شاعر بودن. این سوز سین شمع شبستان نداشته است. رهی مثلا من 14 سال بودم عاشق شده بودم، میرفتم اینو میخونم. این سوز سین شمع شبستان نداشته است، این موج گریه سیل خروشان نداشته است. عمری به بوی زلف تو سرگشته بوده ایم، یک شب نسیم گل سر و سامان نداشته. آخرش میگه قافل مشد به گوهر اشک رهی که چرخ این سیمگون ستاره به دامان نداشته. یک خروار از اینا از این چیز 14 سالگی مونده. با رهی وفا خیلی خوشتی، یاده از نوادگان معیر ممالک هم بود، دادوش فامیلش هم محمد هم کلاسی من بود. من یه روز تو تاکسی با خواهرم نشسته بودم، اینم سوار شد. آقا ما دیگه دو زانو نشستیم زانوی ادب که رهی اینجا. بعد تو رادیو میدیدمش، میگفتم من اولین بار شما رو 15-16 سالی تو تاکسی دیدم، حالا خدمتتون اینجا. عجب آدمی اون، دیدی که رسوا شد دلمش که مردی واقعا همه کاراشون. اصلا بچه های اون وقت این که دیار مثلا بیژن ترقی، تورج نگهبان، پرویز وکیلی، اینا یک شاعرهایی در اون ژان رو خودشون بی نظیر بودن، بی نظیر بودن. بخشی از موسیقی ما گلها اینا مدیون اونا هست، واقعا مدیون. و این نقطه که ما با
ببین این من فکر می‌کنم یه بار اگه صحبت بشه که این فواره و فوران این همه شاعر و موزیسین با ظهور رضا شاه و پهلوی شروع شد. ما نداشتیم این همه شاعر، خواننده، نوازنده. واقعا باید سپاسگزاری کرد که یک موزیک درباری رو رضا شاه تبدیل کرد به موزیک ملی مملکتمون و متاسفانه یاد نمیشه. برحال امیدم روزگاری بپردازیم. و همونجا رضا شاه که میگی در برخوردهایی که داشته مشیر و مایون شهردار گل گلاب، یعنی رضا شاه بهشون میگه آقا من موسیقی نمیخوام که رخوت و پای منقل و از اینا باشه، من موسیقی میخوام که در مردم روح حماسی زندگی. آقا این آدم چه آدم بزرگی بود. خدایا من هرچی از این میخونم میبینم بازم کمه، بازم ما کم خوندیم راجع به این آدم. عجیبه. و خدا رو شکر میکنم که یه آدم روشن‌اندیشی مثل شما دنبال این خط هست و دنبال میکنه. و من میدونم که چقدر حرفات تأثیر گذاره روی جوان‌ها، روی نسلی که به هر حال فریب مثل ما نخورد و زنده و شاد به میدان. خب حالا سوال دیگری که ازت دارم، با این فلاکت و بدبختی که رژیم گرفتار شده و مردمی که عاصی شدن، داریم یه بحثی رو دنبال میبینیم که یه عده اومدن امضا جمع کردن ضد جنگ، ما نمیخوایم اونا، یه عده با اینا مخالفت کرد. آیا امضای 128,000 حالا جای 350 عاملی میشه که آقای نتانیاهو اهداف خودش رو کنار بگذاره، یه رژیمی میخواد نابودش کنه و ولش کنه، یا اینایی که امیدشون رو به نتانیاهو بستن، آیا این یه امید بی‌معنا نیست که ما خودمون بلند نشیم و بگیم یکی دیگه برای ما بلند شه کارو؟ واقعا این بحث رو چگونه می‌بینی وفا؟ ببین اونایی که ضد جنگن، ما هممون ضد جنگی. از زمان قدیم هم کسی نبوده که جنگ رو تایید بکنه. از ملک و شعرهای بها، فوقان ز جغد جنگ و مرغوای او که تا ابد بریده با نای او، تا نمیدونم شعرهای شاعران دیگه ما، تا خود من که شاید 10 تا شعر: نفرین به جنگ و آن که برافروخ نار جنگ، نفرین بر آن که داد به ایران شعار جنگ. این مال جنگ ایران عراق بود اینا. ولی ببینید اینا نمیرن که ریشه این جنگ رو کیست. ریشه جنگ خامنه ایست و تا خامنه ای و جمهوری اسلامی است جنگ پایان نخواهد داشت. یکی اینه. یکی هم ببینید نتانیاهو، من دفعه قبلم گفتم جنگی که راه انداختن آخونده که میخوان امپراتوری اسلامی را بندازن، میخوان اسرائیل رو جارو کنن. بنابراین اسرائیل اولا نخست باید اون 7 اکتبر رو دید که 1,000 تا توریست و اینا کشتن و سینه شون رو بریدن و تجاوز کردن و آتش جنگی بسیار چرکین رو برافروختن که بعد اونا حمله بکنن و کشتار بشه. اینا رو نمیگن اینا که ریشه کجاست و چه کسی شروع کرد این جنگ رو. و میان اطلاعیه میدن. با اطلاعیه جنگ تموم نمیشه. باید رفت پشت این که آقا جان خامنه ای باید جارو بشه، به همت مردم ایران بیان جنبش ایران رو در داخل تقویت بکنن. و یکی هم من دفعه قبلم گفتم تعارف رو بذاریم کنار. خیلی وقتا ممکنه یه رژیم با یه ضربه خارجی سرنگون بشه. این جنگی که با اسرائیل شروع کرده، چنان که میگن آقا هیچ کشور خارجی نمیدونم در کوله سربازان سلاح نیست، راست میگه این آقایی که اینو گفته. ولی ما فراموش نکنیم که تو جنگ جهانی دوم هم در کوله سربازان نمیدونم آمریکایی و متفقین که اومدن فرانسه رو نجات دادن، خلاصه سلاح هم بود ولی کاری به مردم نداشتن. اسرائیل هم تا الان نشون داده دشمن مردم ایران نیست، نزده مردم هم تا الان نزده. و قبلا هم من گفتم یکی از شانسایی که ما تو این جنگ داریم که ایران مورد تطاول واقعا چرکین قرار نگیره، وجود شاهزاده رضا پهلوی و تلاشهاش در رابطه با اسرائیل. یعنی نتانیاهو نمیخواد که مثلا اگه آرومش بذارن، ولی میدونه که نمیذارن، بنابراین این جنگ میتونه ادامه پیدا بکنه. و در عین این که من تاکید میکنم آرزوی من اینه که با یه جنبش ملی کاوه‌وار ما روبرو بشیم که حتی با دادن جانفدایان خلاصه زیاد این ملت نجات پیدا بکنه، این آرزوست. ولی یه موقع هم هست که
میرسیم به نقطه ای که آقا میبینن که نمیشه این رژیم رو کارش کرد. اون موقع یه ضربه داخلی مثل یه پوشال اینو فرو میریزه. اتفاقا اینجا من نقش شاهزاده رو خیلی جدی و مهم و تاریخی میبینم. یعنی وجود اون که اگر ضربه خارجی بخوره، اگه تو داخل خب بلند شه مردم که آلیست که باز هم اون یک پررنگه، ولی اگر نه این ضربه خارجی نهایتا میتونه به دلیل جنگ افروز آخوندها نابودشون بکنه و اون موقع شانس بزرگ است که ایران برسه به آزادی و من خوشبینم بی. یعنی درود بر تو عزیزم، درود بر تو. وقتی ما به پایان رسید، ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشت. به اتفاق دوست شاعر، نویسنده و تحلیلگرم، شاعر که اول رو میکنم، اسماعیل وفایغمایی، تا دیدار بعدی در پناه پروردگار عشق و شعر و موسیقی، بدرود.